ترسای منی که اول کار دستیار نشدم. اینجا میخوام در مورد این صحبت بکنم که من زمانی که رفتم آموزش دیدم و کارمو شروع کردم، شنیده بودم که کار راکو خیلی پول داره. گفتم چه کاریه، من رفتم یاد گرفتم، این همه لوازم و ابزار خریدم، چرا برم دستیار شم؟ از همین فردا شروع میکنم کارمو شروع کردم. خب رفتم اول نگاه کردم، یه فضایی رو توی خونه در نظر گرفتم، گفتم شروع میکنم این کار رو، این مدلی و این مدلی و این مدلی انجام دادم. اما نمیدونستم فضای حرفه‌ای وقتی که نداری، مشتری امکان داره خیلی خیلی کم پیشت بیاد. نمیدونستم آگهی چجوری باید بدم، اصلا مشتری رو باید چجوری جذب بکنم. این خدمات رو انجام دادم، مرحله بعدی ماه بعد که طرف میخواد بیاد، حالا باید براش چیکار کنم؟ چجوری باید رفتار کنم که پیش من بمونه؟ چجوری باید اگر خواستم برم توی سالن کار بکنم آگهی بدم؟ لوازمم، وسایلم، موادم رو چطوری استفاده کنم که انقدر نرم پول مواد بدم؟ همه اینا توی ذهنم یه سوالای خیلی 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 بزرگ بود. و مهمتر از همه این که رفتار حرفه‌ای یک آرایشگر رو یاد نگرفته بودم. نمیدونستم خب من الان مشتری داره میاد توی خونم، چجوری باهاش حرف بزنم، چجوری ارتباط برقرار کنم، اصلا چجوری باید پول رو حساب بکنم باهاش که توی خودم احساس عذاب وجدان نکنم. اون که نمیدونست سابقه کار من چقدره، ولی من میدونستم 2 ماه یاد گرفتم. پس دارم به شماها میگم دستیار بودن حتی به صورت رایگان برای کسی که تازه کاره یه نعمت محسوب میشه. از دستیار بودن، از اسم دستیار بودن فرار نکنید.